بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان با درود فراوان به شما. روز اول ماه می روز کارگر است. این بزرگداشت ارمغان کشورهای اروپایی است که سالها در رابطه با حقوق مدنی ملت خود و حقوق شهروندی ملت تحقیق و مبارزه کردند. امروزه این مبارزات برای دیگر کشورهای جهان الگو شده و به نوعی از آن بهره می گیرند. اما آن چیزی که به وضوح در این دوران به چشم می خورد این است که ماهیت کشورهای اسلامی یا اسلام زده با حقوق مردمی مسئله ریشه‌ای دارند. به وضوح می بینیم که نقش ملت که امت است به جز فرمانبرداری نقش دیگری ندارد و فقط از مزایای رعیت بودن برخوردار است و این نوع کشورها که اکنون کشور ما هم متاسفانه به جرگه آنها پیوسته فقط با زور چماق حاکم و زندان و اعدام است که ملت را به تبعیت از خود مجبور می کنند و با لغت دیگر از حقوق فردی و شهروندی در این نوع حکومت ها به هیچ وجه خبری نیست. اما اگر هم از آن حرفی می زنند صرفا جنبه فریب و گمراه کردن ملت را دارند. این حکومت ها با به دست گرفتن ابزار تبلیغات به غیر از رادیو و تلویزیون، نماز جمعه و توسعه فرهنگ روزخانی با چوب ولایت فقیه ملت، کارگر، کارفرما و کلیه نهادهای اجتماعی را در کنترل خود در می آورند و در اینجاست که می بینیم مردم از حق و حقوقی که ملت‌های پیشرفته جهان از جمله کشورهای آلمان و فرانسه برای نسل بشر به ارمغان آوردن کاملا به دورند. در این حالت است که می بینیم کشورهای اسلامی در مقابل کشورهای غربی ایستادن فقط و فقط به دلیل اینکه در این کشورها حاکم بایستی چوب به دست بالای سر ملت خود بایستد و کسی را یارای مبارزه با خود تحمل نمی کند. در رژیم گذشته ما چنین وضعی حاکم نبود چون رو به مدرنیته داشتیم، اما آن دوران هم متاسفانه حاکم که همان پادشاه باشد فرمانده مطلق کشور و ملت بود و ما فقط به طور نیمبند از فرهنگ غربی برخوردار بودیم، نه فرهنگ روزخانی و واپسگرا. در آن دوران هم بودن افرادی که رو به جلو داشتن و در اندیشه به دست آوردن حقوق شهروندی بیشتر بودن و سعی میکردن که حکومت را به مسیر اصلاحات بکشانند که طی دو سال آخر رژیم گذشته شاهدان بودیم، یعنی توسعه آزادی های فردی. اما فرهنگ حاکم بر مساجد و اوباش شهری که درسشان را از ملای محل و آیت الله های واپسگرا می گرفتن به جای استفاده از مزایای شهروندی و حقوق بشری که ارمغان جهان امروز است به دنبال قوانین 1400 سال قبل افتادند که امروز ما شاهدان هستیم و به وضوح می بینیم که در گل واماندن کسانی که دید بازتری داشتند و اما به اشتباه به استقرار این حکومت عقبگرا کمک کردند، پس از تسلط ملاها که دیگر دیر شده بود بیدار شدند و سعی به مبارزه با حاکم را در پیش گرفتند که نتیجهش اعدام و زندان و تحمل دوری از وطن شد. اینجاست که مسئله کوچ ایرانیان و تلاش 100 سال ملت ایران مطرح می‌گردد. در این راستا ما در طی دو هفته آینده می‌نشینیم پای صحبت دو مبارز از دو دوره‌ای که نام بردم. اول می‌نشینیم پای صحبت دکتر محسن سازگارا که در رژیم گذشته مبارز آزادی خواه بوده و سپس در هفته آینده می‌نشینیم پای صحبت محمد درخشش، یک فرهنگی مبارز که او هم در رژیم گذشته کاملا فعال بوده است. هر دو این فعالان مبارز نهایتا مجبور به ترک وطن شدند و به همین دلیل در چارچوب برنامه پژوهشی تلاش 100 ساله ما می گنجند. و ایرانیان خارج کشور، یعنی ما که آزادی کامل داریم، ما به رژیم خمینی امکان دادیم به اینکه نوع حکومت کردن رو یاد بگیره، در صورتی که رژیم خمینی در شرایط اول در شرایطی زندگی میکرد که هر آن فکر سقوطش بود. کاملا صحیح. ما به این رژیم
امکان دادیم که اشتباهات خودش رو جبران بکند. ما به این رژیم امکان دادیم که ارتباطات خودش رو با حکومت‌ها مستحکم بکند. بنابراین غفلت ما مانند گذشته که ما غفلت کردیم و گناه ما بوده که انقلاب ملت ایران به دست خمینی سقوط کرد. اول از آقای سازگارا دلایل مهاجرت و کوچ او را که از همراهان و نزدیکان خمینی بوده در جریان انقلاب ایران جویا می شویم. آقای دکتر سازگارا، خیلی خوشحالم که به لس آنجلس تشریف آوردید. ممنون و من تشکر میکنم که بنده رو دعوت کردید و به استودیو خودتون راه دادید. خواهش میکنم، فرصتی است که برای بینندگان ما این مقداری آشنایی بیشتر با شما پیدا کنند. همونطور که میدونید در ارتباط با کوچ ایرانیان برای من خیلی اهمیت داره که بدونم آقای دکتر سازگارا که خودشون تقریبا نیمی از عمرتون رو در راه به وجود آوردن یا تحقق انقلاب صرف کردین و بعد نیمه دوم رو دارم میبینم که برای برگشتون دارید الان اقدام میکنید. برای من اهمیت داره که بدونم به چه دلیل آقای محسن سازگارا مهاجرت کردن از ایران، کوچ کردن، به ما پیوستن. بله، این مطلبی که گفتین محسن مخملباف یک بار به من گفتش که تو هم عمر جالبی داری، نصفشو صرف سر کار آوردن یه حکومت کردی، نصفشو صرف پایین کشیدنش کردی. پس هم عقیده بودیم با هم. بله، البته دقیق تر بخوام بگم من از 16 سالگی فعال سیاسی بودم و 23 سالم بود که انقلاب پیروز شد و تا 30 سالگی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم. واقعا شب و روزم نمیدونستم چجوری میگذره، صرف طبیعتا استقرار یک حکومت نوپا، قبلش پیروزی انقلاب، بعد حکومت و جنگ هم شروع شده بود و سخت سرگرم این کارا بودم. در 30 سالگی در حالی که رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم که خب بزرگترین لقمه یک جای صنعت ایرانه و بیش از 140 شرکت بزرگ رو مالکه، اول لفه مسئله دار شدم به اصطلاح، حالا تفصیلش رو نمیخوام بگم، و تصمیم گرفتم استعفا بدم و دیگه در مشاغل حکومتی نباشم. دو سالی هم طول کشید تا از سازمان. چه سالی بود آقای سازگارا؟ دقیقاً 1363 میشه. بله. 1984. بله. دهه 30 سالگی من تا 40 سالگیم رو خودم شو گوشتم دهه تردید و تجدید نظر. در این دهه هم بود که آثار همه بانیان انقلاب رو دوباره بازخوانی کردم، از کتاب ولایت فقیه آقای خمینی شروع کردم، آثار شریعتی، بهشتی، بازرگان قبلا خونده بودم ولی بازخوانی. بله، اون موقع جوانتر بودم، چشمم فقط تندیا و انقلابیگری و اینا شو میدید. این دفعه دیگه حسرتمونم در رفته بود، انقلابمونم کرده بودیم و اوغلایی‌تر نگاه میکردم و از اینجا به تاریخ علاقمند شدم. یعنی رشتم فیزیک بود و مهندسی مکانیک بود ولی رفتم نشستم تاریخ خوندم و به 40 سالگی که رسیدم تقریبا بگیرید 1372-3 تصمیمم دیگه قطعی بود دیگه. یعنی البته از 1367 دیگه با حکومت همکاری نکردم، جنگ که تموم شده بود دیگه، آقای خمینی هم که فوت کرده بود و آقای هاشمی رئیس جمهور بود، مناسبی هم پیشنهاد کردن دعوت به کارهای مختلفی در لول‌های مختلف، دیگه عزمم جزم بود که با حکومت همکاری نکنم. برام مسجل بود که دیگه اشکالات حکومت به قول حکما به ذات بلعرز نیست، یک اشکالات اساسی در تفکرات بنیادیش هست. بله، یعنی 8 سال پس از انقلاب شما متوجه همچین امری؟ تقریبا یک دهه اگه بخوام دقیق تر بگم، از 4-5 سال قبلش متفتن شده بودم به اینکه یک
اشکالاتی شروع کردم به مطالعه، ولی دیگه سال 1367-8 قطعا میتونم بگم که برای خودم تصمیم گرفته بودم که دیگه با حکومت همکاری نکنم و بگردم راه حلش رو پیدا کنم که این موجودی که اینجوری خلق شده چجوری میشه عوضش کرد یا چجوری میشه مردم از دستش نجات داد. در اون عرصه شما ضد انقلاب نشده بودی ترسه؟ به معنی تئوریکش واقعا ضد انقلاب شده بودم. صحیح. یعنی معتقد بودم که دیگه اصلا اساسا انقلاب کار درستی نیست. ای کاش به جای مدل انقلاب فرانسه پدرای من مدل انقلاب تحولات انگلیس رو دنبال کرده بودن، یا ما نسل ما به جای مدل انقلاب اکتبر و بولشویکا ای کاش مدل تحولات تدریجی و مبارزات بی‌خشونت رو دنبال می‌کردیم و استبداد و دیکتاتوری شاه رو به شکل دیگه‌ای تصحیحش می‌کردیم، نه با انقلابی‌گری. به این معنی دقیقاً به معنی تئوریک دیگه ضد انقلاب بودم. ولی در ایران بودید؟ بله در ایران هم بودم. در ایران تصمیم گرفتم روزنامه منتشر کردم، یعنی اول مجله آینه رو منتشر کردم، هفته نامه، بعد خدا بیامرزش احمد دریایی سردبیر بود یه دوره، آینه اندیشه رو منتشر کردم، آینه اقتصاد رو منتشر کردم، ماهنامه بودن اینها، و تعاونی مطبوعات کشور رفتم، قبل از من تشکیل شده بود ولی من رفتم شدم مدیر عاملش، و 400 خورده نشریه عضو بودن، نقش جای تشکل مطبوعاتی ها رو داشت چون اجازه نمیدادن سندیکای روزنامه نگار رو تجدید فعالیت بکنه. البته همه اینا توسط حکومت تعطیل شد در دوره آقای خامنه ای. در حلقه کیان فعال بودم که وقف نواندیشی دینی بود و ارائه یک قرائت حد اقلی و لیبرال به معنی حق مدارانه و اقلایی از دین در همزمان در واقع تو عرصه سیاست هم دنبال تئوری اصلاح بودیم، جمعی که دوستانی که بودیم، و به این معنی که ما اگر بتونیم در بالای حکومت یک شکاف ایجاد کنیم بین نهاد انتخابی مثل رئیس جمهور و نهاد غیر انتخابی مثل ولایت فقیه، از درون این شکاف در واقع فضایی پیدا میشه که میتوانیم جامعه مدنی ایران رو رشد بدیم، انجمنها، احزاب، سندیکاها، مطبوعات، شرکت‌های خصوصی، و رشد جامعه مدنی درمان استبداد کهنسال ماست. استبداد 2500 ساله ما جامعه ما رو به شکل یک توده بیشکل در آورده که عادت کرده به یه نقطه نگاه کنه و اینتگریت نیست، لایه بندی نیست، برای اینکه هیچ وقت اقتصاد دست مردم نبوده. در عصر نفت این بدتر هم شده. اینجوری در واقع تئوری اصلاحات متولد شد و گزینه ما الان میگم آقای خاتمی غلط بود به نظر من، ولی تئوری بد نبود به هر حال. ببخشید به چه دلیل آقای خاتمی غلط بود؟ آقای خاتمی در شجاعت کافی نداشت. دقیقاً، حالا نمیخوام خدای نخواسته توهینی به ایشون کرده باشم، ولی هر شغلی یه مختزایی داره. یعنی شما اگه خلبان باشی از ارتفاع بترسی بهتر بری یه راه دیگه نون در بیاری. اگه ژورنالیست باشی و خجالتی باشی بهتره بری یه کار دیگه ای فکر کنی، بعد بتونی که نه اینکه پر رو باشی، بعد بتونی بری تو شکم حوادث، گوشه گیر باشی به درد کار دیگه ای میخوری. و اگه سیاست مدار باشی و حاضر نباشی تصمیماتی بگیری که تبعات اون تصمیم میتونه گاهی حوادث بزرگی به وجود بیاره و تبعات تصمیمت رو بپذیری، بهتر بری شغل دیگه برای خودت انتخاب بکن. ولی نقش آقای خاتمی به نظر من شاید 20%-30% باشه در شکست جنبش اصلاحات. بخش بزرگترش آقای خامنه ایه که او نشست توطئه کرد، برنامه ریخت، سپاه را آورد تو عرصه سیاست، وزارت اطلاعات دستش نبود، دفتر سازمان امنیت موازی درست کرد و شیش گنگ حواسش به این بود که چجوری جنبش اصلاحات رو شکست بده. من اگه میفهمید که این پوسته وقتی بشکنه خامنه ای باید بذاره بره، یعنی ولایت فقیه آخرش باید پوستش بشکنه و منصبش هم بمیره
میدونست. اینو یه بار با آقای کروبی هم گفته بود که این اصلاح طلب ها آخرش جای من کجاست. میدونست جایی نداره، ولی از هر دو اینا باز مهمتر به نظر من شخصیت خاتمی و شخصیت خامنه ای، اصل ماجرا این بود که نظام اصلاح ناپذیر بود. یعنی دکتر بشیری شاید از اولین کسایی بود که خیلی زود رسید به این نتیجه که اهداف جنبش اصلاحات به دیوارهای تنگ قانون اساسی برخورد کرد. اینن در یه مصاحبه گفت. و من خودم اواخر دور اول آقای خاتمی بعد از اینکه روزنامه جامعه رو منتشر کرده بودیم، خیلی موفق بود و توقیف شد، زندان افتادیم از سربندش. البته من چون مشکل قلب داشتم و جراحی قلب کرده بودم، جراحی قلب هنوز نکرده بودم، سکته کرده بودم یه بار، من تو تخت بیمارستان توقیف بودم وقتی جامعه رو تعطیل کرد. اون موقع تو هم بیرون از ایرانم بودم، وقتی شنیدم در تهران جامعه رو تعطیل کردن و دوستانم دستگیر کردن برگشتم و تو فرودگاه قرار بود من توقیف بکنم. اونتا خب یه زیرکی کرده بودم به واسطه یه دوست روزنامه نگارمون در مالزی که بودم، با همه دنیا مصاحبه کرده بودم. صحیح. و به خصوص از شیتت پرس مصاحبه موثری با من کرد، خب تو ارق بچه های روزنامه نگار و خیلی خوب کاورج داد. بیش از 50 رسانه دنیا از شیتت پرس نقل کرده بودن. خلاص همه دنیا رو پر کرده بودم که من دارم برمیگردم ایران، دوستانم زندانن، روزنامه‌مون رو تعطیل کردم، منم اگر دستگیر بکنن از فرودگاه اعلام اعتصاب قضا می‌کنم. کار اندیشمندانه‌ای بود. بله، یعنی یک کار اکسیون مبارزاتی بود که باعث شد که بعدها شنیدم در وزارت اطلاعات بحث کرده بودن که خب این همه دنیا رو پر کرده، ما تو فرودگاه دستگیرش کنیم ببریم. اینم گفته اعتصاب قضا می‌کنم، همه دنیام کنترل می‌ندازن. این شد که مامورای دادستانی انقلاب در فرودگاه بودن ولی دستگیر نکردن، چون قلبم مشکل جدی پیدا کرده بود از تو هم مالزی و دکتر در مالزی گفته بود که تو باید جراحی بشی احتمالا، که گفتم که شما از بیمارستان مرخصت نمی کنم. تو امپانک هاسپیتال بودم، گفتم من خودم می نویستم که فرمایی داشتم فرکم که با پای خودم دارم میرم و گواهی هم نوشت که به محض رسیدن باید هاسپیتالایز بشه، بره در بیمارستان بستری شه. اتفاقا یادم هم نمیره بچه های ایران ایر پرواز از مالزی به تهران خیلی محبت کرده، میشناختن دیگه، خبر اومده بود به رو و تو هواپیما حسابی مراقبم بودن و فرودگاه رسیدیم رو برانکار در واقع منو آوردن. مامورای دادستانی بودن، شاید 200-300 نفر مردم هم اومده بودن به استقبال، ولی دستگیری نکرد. بعد که بردم بیمارستان، رو تخت بیمارستان فردا صبح اومدن حکم دادستانی رو دادن و دو نفر مأمور گشتن تو اتاق که دیگه کسی نمیتونست بیاد. این سفر آخرتون بود به ایران؟ بله، ایران بودم و بازداشت دیگه حالا بعد از یه ماه و خورده منتفی شد. من جراحی قلب کردم توی بیمارستان قلب شهید رجایی، هم خیلی بچه‌های بیمارستان محبت کردن، از جمله چون مامورای دادستانی جلو در اتاق میشستن، کسی حق ملاقات نداره، بعد از جراحی تو آی سی یو به اینا نگفته بودن یه در پشتم داره. اینا اون جلوی در بیرون اجازه نمیدادن بیان تو آی سی یو، مریضا بودن. بعد در پشت رو باز کردن، همه مدد دیدن من و کار میکرد. محبت‌های عجیبی که مردم میکنن و آدم واقعا شرمنده میشه. ولی بعد از اون من میدونستم که دیگه حالا جنبش اصلاحاتم شکست خورده و اشکال اساسی هم از ذات تئوری نظام، و میدونستم آقای خاتمی دور دوم باز رئیس جمهور میشه، مردم بهش رأی خواهد داد، آنچنان که مردم به مجلس اصلاحاتم رأی داده بودن و با خاتمی همراهی کرده بودن. بله. ولی تقریبا مرا مثل روز هم روشن بود که آقای خاتمی دیگه دور دومش هم کاری نخواهد کرد و مردم ظرف 6 ماه 7 ماه ریزش خواهند کرد، یعنی دیگه خسته میشن و رها. به نظر من هر سیاستمداری در ایران بگه مردم ایران بی وفایی کردن، خاتمی نمیتونه بگه، برای اینکه مردم هر کاری خواستن کردن براش. به همین دلیل تو انتخابات سال 2001 میلادی، سال 1380 اعلام کاندیداتوری کردم. میدونستم شورای نگهبان منو رد میکنه. امکان نداره. فقط اینو کردم که تو فاصله که من اعلام میکنم
تا شورای نگهبان رد کنه یه فضا پیدا میکنم، فضا انتخابات همیشه یه خود آزاد باشه. بله. برم در دانشگاه های کشور به بهانه فعالیت انتخاباتی و رادیو تلویزیون هم که ایران میان زمان انتخابات، این حرف رو مطرح کنم که ما نیاز داریم به این که یک رفراندوم بذاریم روی قانون اساسی، چون از درون قانون اساسی هم نمیشه تصحیحش کرد، برای اینکه اصل 176 رهبر باید امضا کنه، او باید اجازه بده، اونم بنابراین نمیذاره. بنابراین ما احتیاج داریم بیرون از قانون اساسی یک کمپینی بکنیم، یک کارزاری درست بکنیم و فشار بالایی به حکومت بیاریم که وادار به عقب نشینی شه و بتونیم یک رفراندوم بذاریم روی قانون اساسی، از مردم یه بار دیگه بپرسیم که آقا این جمهوری اسلامی آری یا نه. چون سال 58 پرسیدن و اون سوال غلط بود، برای اینکه آقا خمینی میتوانست از مردم بپرسه سلطنت آری یا نه، برای اینکه تست کرده بودن، ولی جمهوری اسلامی که توش معلوم نبود هنوز چیه، دقیقاً بپرسی آره یا نه، خب بیوفا. آنچنان که 6 ماه بعدش که قانون اساسیش نوشته شد و معلوم شد که این جمهوری اسلامی یعنی چی، به رفراندوم که گذاشته شد 74% دیگه رأی دادن، 25% ریزش کرد. اون اولی هم مثل این که تازه 98% حالا دیگه نبود. ممکنه آب توش بره دیگه. ولی بالاخره یه انقلاب بود، یه اکثریت مردم شرکت کرد، معلوم بود هر چی بذارن رأی میاره. درست. لذا من تزم هم این بود در دانشگاه مختلف که ما باید رفراندوم بذاریم و نقد قانون اساسی که چرا اصل 4 این قانون اساسی، شورای نگهبان و همه چیز، اصل اسلامگرایی این قانون اساسی به معنی یک قرائت حداکثری از دین، همه چیز باید مطابق احکام فقهی باشه به قرائت 6 تا فقهای شورای نگهبان، و چرا این غلطه و چرا ولایت فقیه در واقع غلطه و چرا اصول 19 تا 42 قانون اساسی ظاهر شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشره ولی بنیانش اختلاف داره از ما، از بنیان نوع نگرش به انسان و حقوق او. ما اسمش گذاشتیم که خیلی ریاکارانه پیاده شد. آره، به هر حال سیستم قانون اساسی ایران به یه معنی شاید لغت خوبی باشه، در واقع ظاهرش انتخابات داره، ظاهرش دموکراسی داره، جمهوری هست که اما در و بسته رو به همه دگراندیشان، چون اصولا اسلامگراها در کل منطقه خاورمیانه هر جا هم انتخابات کردن یه بار برای همیشه بوده، پلری که رفتن بالا دیگه راه به کسی ندیدن الا در تونس اخیرا که خب خیلی پدیده مهمی است. ولی بقیه جاها جوری فورا عوض کردن، آخریش هم در ترکیه آقای اردوغان داره میکنه منتها با یه تاخیر. در ایران هم اسلامگراها از پله، حالا یک انقلاب اومدن سر کار، بعد از پله ظاهرا انتخابات رفتن بالا، ولی بعدش بلافاصله قانون اساسی رو جوری شکل دادن که در رو به دگراندیشا بس. دقیقاً. دیگه هیچ کس جز اسلامگراها، اون هم طرفدارای قرائت حد، نه مسلمون ها، اسلامگرا به معنی طرفداران قرائت حد اکثری از دین، اونم از نوع ولایت فقیهی چیزش، دیگه هیچ کی را نمیدن و عملا انتخابات در واقع قلابیه، شبه انتخابات. ولی میشه گاهی از فضاش استفاده کرد، از فضای دموکراتیکی که یه ذره فضا شل میشه میشه استفاده کرد و جنبش دموکراسی خواهی واقعی رو به پیش برد. حالا بحث دیگه است. به هر حال همونجوری که پیش بینی میکردم منو رد کردم شورای نگهبان، یعنی در همون آغاز. بله دیگه بله. فرصت نکردید بله. تو دانشگاه ها برید برای نه رفتم چرا تو اون 2-3 ماه تا شورای نگهبان، چون 2 هفته مونده به انتخابات نظرشون بله. تو اون 2-3 ماه بیش از 50 دانشگاه کشور سخنرانی کردم بله. دوستان خیلی خوبی در جنبش دانشجویی پیدا کردم که بعد از اون فضا در بسیاری دانشگاه ها من دعوت میکردن، کلاس های 1 جلسه‌ای 6 جلسه‌ای 8 جلسه‌ای میگذاشتم برای همین موضوع یا گاهی اوقات مناظره ها، که یه بار یادم من و آقای زرفشان یک طرف بودیم و آقای عبدی و آقای علیجانی طرف دیگه در دانشگاه اصفهان، بر سر اینکه ما میگفتیم این قانون اساسی هیچ ظرفیتی نداره، اگر هم ظرفیتی داره در سمت دیکتاتوری اتفاقا، اون دوستان میگفتن قانون اساسی نه ظرفیت داره، میتونیم از درون شرکت کنیم و هاکذا. یه 2-3 سالی هم من این
فرصت مناسبی بود که در واقع تخم این فکر رو که چون میدونستم از خاتمی ریزش میکنه، از جنبش اصلاحات شکست خورده و پیشبینیم غلط هم نبود، کما اینکه مردم دیگه وقتی خسته شدن دیگه انتخابات دور دوم شوراها نیومدن تو میدون و اون اصولگراها که میترسیدن از این وزنه 70% مردم فوری اومدن و شورای شهر تهران رو گرفتن. بعد مجلس رو گرفتن دیگه، مجلس هفتم که رسید آقای خامنه‌ای خجالت هم گذاشت کنار، همه اینا رو رد صلاحیت کرد، ابزار شورای نگهبان 3000 کاندیدا رو رد کرد و عملا این تز کارکرد پیدا کرد که ما نیاز به رفراندوم رو قانون اساسی. در سال 2003 در واقع 1382 حکومت دیگه مثل که تحملش نسبت به ما تاخ شد. من دیگه مقطعی هم بود از بعد از کاندیداتوری ریاست جمهوری سال 2001 تصمیم گرفته بودم که مصاحبم بکنم. قبلش تمام اون سالیان در میرفتم از اینکه روی آنتن باشم. این بود که به قول یه دوست ما میگفت ما هر کدوم این رادیوهای خارجی رو میچرخونیم، هنوز تلویزیون ها نبودن، هفت شب هفته تو رو میشنویم از رادیو فرانسه و صدای آمریکا و نمیدونم بی بی سی و اینها. اینا مجموعا جمع شد و در خرداد 2003 وزارت اطلاعات ما رو دستگیر کرد. البته قبلش ببخشید شب عید اون سال وزارت اطلاعات اول دستگیر کرد که من طبق حرفی که همیشه هم گفته بودم اعلام اعتصاب قضا کردم، گفتم من یه مخالفی هم که فقط حرف میزنم، دلیل نداره من دستگیر کنین، کاری هم نکردم، اعتصاب قضا کردم. دوستان ما بیرون از زندان یک زیرکی کردن، انتخابات شوراها بود، اومدن یه ائتلاف ملی آزادی خواهان درست کردن، انگلیسی هم گوشتن National Coalition of Liberals و 16 تا کاندیدای شورای شهر تهران معرفی کردن. شما رو گذاشتن من رو گفتن اگه به ما مردم به این شورا رأی بدین شهردار ما فلانیه که تو زندان الان، که پوسترم چاپ کردن به در و دیوار شهر تهران زدند که عکس بنده که این شهردار ماست، به ما رأی بدین. این یادم هست اون دوتا بازجوی وزارت اطلاعات شب بندر از سلول صدا کردن، شب ساعت 9 بود، گفتم ببین فلانی نپرس چرا گرفتیمت، نمیگیم بهت، نپرسم چرا داریم آزادت میکنیم، وظیفه نداریم بهت بگیم، ولی این رو بدون دوستای تو زیرکی خوبی کردن و ما رو گوشتن سر یه دوراهی، تو اگه ادامه بدیم بمونی تو زندان احتمال زیاد دوستات برنده میشن، بعد ما با یه شهردار زندانی طرفیم که رأی مردم هم داره و ناچاری منو آزادت میکنیم، اما ما شکایت گذاشتیم به عنوان وزارت اطلاعات، بعدن میاد سراغت قوه قضاییه. دو سه ماه بعدش آزاد شدیم اون شب. البته هنوز مجلس ششم بود و دوستان توی مجلس نمایندگان اصلاح طلب هم فعالیت میکردن. دوباره بعد از عید اون سال، خرداد اون سال، این دفعه سازمان امنیت موازی اومد سراغ بنده، یعنی سپاه، اطلاعات سپاه. بله. همه کاره. به جای بند 209 که دست اطلاعات بود بردن بند 2 الف یا 325 که دست سپاه بود تو اوین. باز بنده حسب معمول اعلام اعتصاب قضا کردم، خانم هم بیرون مصاحبه میکرد، اطلاع رسانی میکرد. این دفعه اینا به من دوتا بازجوها گفتن که دیگه اگه بمیری هم آزادت نمیکنیم، اعتصاب قضا فکر نکن میتونی درت ببره. منم البته پاسخ این بود که اصلا من هنوز بچه مسلمونی هم که شهادت برام اصله و به دست شماها کشته بشم چه بهتر و معتقدم هستم که شهید میشم. یه شبی هم همین آقای حسین طائب که الان نفر اول اطلاعات و شاید نفر اول اطلاعات کشوره تو زندان من سراغ ما بردن، من تو محوطه تابستون بود، به صندلی ما هم بسته بودن و با اون حال اعتصاب غذا، اولا به زور خواستم به خورد ما بدن غذا رو، ریش بلند شده بود و منم دندونم بسته بودن، ریختن همه رو تنم، تهدید که باید بشکونه اعتصاب غذا تو. بعد شروع کرد با من به بحث کردن که آدم بی سوادی هم هست واقعیتش، پس ما تو بحثم بر نیامد، میگفت تو چرا با من یه بچه مسلمون چه حجتی داری که اعتصاب غذا کردی، حرامه. واسه استدلال آوردم، استدلال فقهی آوردم، درون دینی هم نه برون دینی، نتونست جواب بده، به خشونت متوسل شد، گفت بگیرینش بزنینش ببندینش. به هر حال
توی اون دوره 114-15 روزهی که زندان بودم و مجموعاً 79 روز در اعتصاب غذا بودم، البته یه لیوان آب سحر روزم میگرفتم با سه حبه قند میخوردم سحر، همینم افطار میخوردم، چون 6 تا حبه قند مینیمم است که احتیاج دارن که مغزتون کار بکنه، چون خوراکش قنده در بود. اونجا تو سلول اوایل راه هم میرفتم، بعد دیگه ضعیف شدم راه نمیرفتم. اونجا با خودم فکر میکردم که خب حالا یه ارزیابی بکنم از این مبارزه‌ای که کردیم، چون 800 تا دانشجو با من دستگیر کرده بودن، نه همشون در ارتباط با من، ولی اون هجومی که اطلاعات سپاه آورد از دانشگاه‌های مختلف، بسیار بچه‌هایی که ارتباط داشتیم تا این 3-4 سال گذشته همه دستگیر شدن، از جمله پسر خودم که دانشگاه تهران بود. اونجا یه ارزیابی کردم که خب بالانس قوا با آقای خامنه‌ای اینجوریه و رفراندوم کردن قانون اساسی حرف درستیه، ولی زورمون کمه، این زورشون به ما رسیده، الان گرفتن کردن زندان و بسیج مردمی کار داره. یکی از فکرهایی که داشتم، البته دلایل دیگه‌ای هم داشت از جمله کارهای فکری که خودم دارم، یکی از فکرهایی که تو اون دوره انفرادی و بازجویی و اعتصاب قضا کردم در ارزیابی اینا، گفتم اگر تونستم آزاد شم من یه دوره باید برم خارج از ایران، یه دوره مثلا 6 ماهه 1 ساله، هم برای کارهای فکری و دانشگاهی که داشتم، هم برای اینکه در خارج نیروهای فعالی که در خارج هستن رو هم قانع بکنم به اینکه بیان کمک بدم و جامعه بین‌المللی ببینم چه خبره، ببینم ما چقدر میتونیم از جامعه بین‌المللی کمک بگیریم برای این کمپین ملت ایران. به هر حال آزاد شدم پاییز اون سال، که بعدا فهمیدم البته شاید یکی از اصلی ترین دلایلش مسئله مرگ زهرا کاظمی بود، من تو زندان نمیدونستم، ولی کشتن زهرا کاظمی بعد از تجاوز و شکنجه جو بین‌المللی درست کرده بود که فشار می آورد به حکومت، و البته دلایل دیگه هم داشت، من جمله اعلام تحسن بچه های پلی‌تکنیک که دانشگاه داشت باز می شد و گفته بودن تحسن از همه دانشگاه ها بیان برای فلانی که شایع شده بود مردم در اعتصاب غذا. به هر حال آزاد شدم با وثیقه 600 میلیون تومانی، البته شده بودم دیگه 40 کیلو، یعنی 73 کیلو رفته بودم توی زندان، 40 کیلو اومده بودم بیرون. و بعد اون سحب قند کار خودشو میکرد، یعنی هارد دیسک شما رو حفظ میکرد. بله، شما اگه قند نخوری، اگه آب اصلا نخوری، یعنی میگن حساب غذای خوش، شما 4 روزه میمیری، چون هوا نباشه 4 دقیقه میمیری، آب نباشه 4 روزه میمیری. اجازه دهید ادامه صحبت ها و دلایل فعالیت های مبارزاتی آقای سازگارا را همراه با ارائه دیدگاه آقای محمد درخشش و نقش مبارزات خارج از کشور کوچ کنندگان ایرانی را در هفته آینده شاهد باشیم. با ما باشید. یعنی حالا در خارج کشور ما آزادی داریم، ما یه عمری فریاد می‌زنیم که ما آزادی می‌خواد. خب ما از این آزادی که در خارج کشور داریم چه استفاده کردیم واقعا؟ پس لابد ما آزادی نمی‌خواستیم، ما با آزادی رو پیرن عثمان کرده بودیم برای اینکه به جایی برسیم دیگه. عموما اینطوری با این آزادی ما چرا از این آزادی واقعا، این ایرانی که در خارج کشور هست منتظر چیه؟ چرا رسالت چه انجام نمیده و چرا دور هم جمع نمیشه و برای چی منتظره؟ منتظر چیه؟ در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.